درود بر شما همراهان خوب کانال پارسی تیوی. با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از خبری تلخ و ناگوار در رابطه با حمید گودرزی، بازیگر خوب ایرانی. در ادامه با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. متاسفانه با خبر شدیم حمید گودرزی، بازیگر معروف ایرانی، در غم از دست دادن مادر به سوگ نشست. ما هم از پارسی تیوی به ایشون و خانوادشون تسلیت میگیم. در ادامه مختصری از داستان زندگی شخصی حمید گودرزی رو برای شما گفتم. حمید گودرزی در یک خانواده 4 نفره زندگی می‌کرد. اون متولد دوم آذر ماه 1356 در تهرانه. حمید گودرزی با مادرش فقط 14 سال اختلاف سنی داشت. یک خواهر داره که گرافیک می‌خونه ولی عاشق وکالته. پدرش هم تاجر فرشه. مادر خدا بیامرزش هم خانه‌دار بود. پدر و مادر حمید گودرزی به شدت با بازیگر شدن اون مخالف بودن. در 20 شهریور 1383 حمید گودرزی ازدواج کرد. در زندگی اخلاقش کاملاً با زمینه هنر متفاوته. اون گفته بسیار متعصبم، گاهی بسیار عصبی میشم و 100% مخالف فعالیت هنری همسرش بود. خودش در مصاحبه‌ای گفته به خاطر بازی در سریال کمکم کن مدتی دچار افسردگی شده بودم. اون در مصاحبه ها و برنامه های مختلفی هم که دعوت می شد، مخصوصاً برنامه شباهنگی با اجرای حامد آهنگی، به این مسئله تأکید داشت که رفیق اول و آخرش مادرشه. اون علاوه بر بازیگری، تجارت فرش و شکلات هم انجام میده. از شهرت و سوپرستار شدن هم متنفره و خودش گفته اوایل که معروف شدم بیشتر دچار افسردگی شدم تا خوشحالی. حمید گودرزی به شدت استقلالیه، ورزش شنا و بوکس و تنیس و بدنسازی هم انجام میده. همسر اولش خانه‌دار بود و با فعالیت حمید کاملاً مخالف بود. اون میگفت وقتی که کار تجارت به این خوبی داره لزومی نداره که توی سریال‌های تلویزیون ایفای نقش کنه. حمید گودرزی در مصاحبه‌ای هم گفته بود که من بسیار مقیدم و آدم مذهبی هستم. نه اینکه بخوام سختگیر باشم برای بقیه، برای خودم خیلی مقیدم. نمازم قضا نمیشه، عاشق دعا و نمازم. و به نظرم انسان بدون دعا و معنویت به ابتذال و تکرار کشیده میشه. حمید همینطور گفته بود به خانواده‌ام بسیار وابستم و هر روز چند بار با مادرم تلفنی صحبت میکنم. فرقی نداره سر کار باشم، خونه باشم یا در مسافرت. حمید گودرزی در سالهای گذشته در پیج اینستاگرام خودش اعلام کرد که از همسرش جدا شده. اون دلیل اصلی این مسئله رو فشار ماندانا دانشور برای خروج از کشور دونست، در صورتی که حمید اصلا دوست نداشته از ایران بره و به همین دلیل از هم جدا شدن. مدتی پیش هم با انتشار عکسی خبر از ازدواج دومش داد. اون در برنامه دور همی هم حاضر شد و حرفهای جنجالی زد. مهران مدیری بهش گفت تو هم از اون دسته از مردایی هستی که اصلا قصد نداری پیر بشی. حمید گفت شما اگر دقت کنید موهام سفید شده، اما خب خیلی ها هم به جز شما به من گفتن که خیلی خوب موندی. دلیل اصلی شاید ژنتیک باشه. بعد از اون هم که ورزش کردن، شام نخوردن، استفاده زیاد از سبزیجات و میوه‌جات هم هست. حمید گودرزی در ادامه هم درباره شکل گرفتن علاقش به هنر و مخصوصاً سینما گفته. اون گفته من در جشنواره فجر وقتی که آقای مهدی هاشمی سیمرغ بلورین گرفت، انگار اون حس و حال در قلب من روشن شد. من به شدت درس خون بودم و تصمیم داشتم دندون پزشکی بخونم. رشته تجربی میخوندم و همه نمره هام بالا بود. اما توی یه روز تصمیم گرفتم رشتمو عوض کنم و برم هنر بخونم. همه خانوادم میگفتن همون پزشکی رو ادامه بده. اما من دوربین سوپر 8 خریدم و آپاراتی رو در خونه درست کردم. بعضی وقتها اما فکر میکنم کاش دندون پزشک میشدم. کنار دندون پزشکی میشد بازیگری رو هم ادامه داد. اما بازیگری اون هم در ایران اصلاً کار خوبی نیست. اون در برنامه دور همی مهران مدیری اون سالی که دعوت شده بوده هم درباره طلاقش گفته.
وقتی که مهران مدیری بهش گفته امسال 40 ساله شدی و حمید گودرزی گفته اما متاسفانه سال خوبی برام نبود. بعد هم گفت متاسفانه امسال مجرد شدم. سال بعدی به من گذشت، خیلی اذیت شدم، هم بحران 40 سالگی بود، همین که مجبور شدم دوباره تنها زندگی کنم. ما بعد از 12 سال زندگی مشترک از هم جدا شدیم. اون در ادامه هم در پاسخ به سوال تکراری مهران مدیری که میپرسید آیا عاشق شدی، گفت اگر بخوام عشق در زمان دبیرستان رو هم اضافه کنم 2 بار عاشق شدم. اما من یه ایرادی دارم که گاهی اوقات زیاده خواهم. همه عشق و توجه طرفم رو میخوام و اگر عشق و توجهش کمرنگ بشه من دچار بیتفاوتی و سردی عجیبی میشم. اما بسیار زیاد زندگی متأهلی رو دوست داشتم و انگار اصلا برای اون ساخته شده بودم. مهران مدیری در ادامه پرسید به نظرت در طلاق شما چند درصد جدایی سهم توئه و چقدر تو مقصر بودی؟ که حمید گودرزی گفت من نمیتونم همه واقعیت‌ها رو مطرح کنم، اما به نظر خودم 10 تا 15 درصد من مقصر بودم. اون در ادامه هم در خصوص انتخاب نقش‌های مثبت بیشتر از نقش‌های منفی گفت مردم و تهیه کننده ها من رو بیشتر به سمتی سوق دادن که نقش‌های منفی انگار اصلا به من نمیاد. آخه من در تمام فیلم قرنطینه آدم خوبی بودم. فقط توی یه قسمت از فیلم گاو صندوق رو باز می‌کنم که بعد از پخش شدن یه نفر من رو توی خیابون دید و گفت حمید آقا از شما بعید بود در گاو صندوق رو باز کنید. اون در ادامه هم گفت نقش عاشق پیشه و بچه مثبت روی من مونده. اما دیگه احساس می‌کنم بیش از حد تکراری شده تا جایی که دیگه اصلا دیده نمیشم و نقشی هم بهم پیشنهاد نمیشه. دوستان زیادی هم بهم میگن نقش عاشقی دیگه خیلی کلیشه‌ای شده. اما به نظرم باید تهیه کننده ها و کارگردان ها تشخیص بدن که دیگه این نقش برای فلانی خوب نیست. بهتره یه نقش پرخاشگر، منفی، دوست، قاتل بهش بدین. این بازیگر سریال تب سرد در خصوص اینکه در مصاحبه‌ای گفته بود دوست ندارم سوپر استار باشم هم گفت من نگفتم دوست ندارم سوپر استار باشم، فقط گفتم سوپر استار بودن زیادی سخته. همیشه باید خوش‌تیپ باشی، سرحال باشی، موها و ریش و سیبیلت همیشه آراسته و ترتمیز باشه. حق نداری حالت بد باشه، بی‌حال باشی، بری توی کافه‌ای رستورانی بشینی. همه ازت توقع دارن که همیشه سرحال باشی. بعد هم که اصلاً نمیتونی محیط خصوصی برای خودت داشته باشی. اون در ادامه هم درباره باندبازی در سینمای ایران گفت دهه 80 که ما فیلم بازی میکردیم، البته الانم بازی میکنم، اما اون روزها فیلمهای روی پرده قهرمان داشت. اون قهرمان خوش قیافه بود، خوش تیپ بود. مردم اگر 4-5 تومن بلیت میگرفتن خوشحال از سینما میمدن بیرون. الان اما باید 80-90 هزار تومن پول بلیت بدن یا آدمای چرک و کثیفی هستن که با زیر پیرن رفتن فیلم بازی کردن. پایان همه فیلم ها هم که تلخه یا پایان بازه. حتی من شنیدم که تعداد زیادی از آدم ها بعد از تماشای فیلم های ایرانی به همسرشون مشکوک میشن. چون توی فیلم هامون با تقلید از سریال های ترکی خیانت رو تم اصلی داستان قرار میدیم و مردم همه با حالت بد و شک داشتن به همسرشون میرن خونه. فقط میگن فلان بازیگر خوب بازی کرد، چون داد زد، فریاد زد، رگ گردنش زد بیرون، بعدش هم که حتما سیمرغ بلورین گرفت. اون در پاسخ به اینکه با نفوذترین و مورد اعتمادترین آدم زندگیت کیه گفت مادرم. مادرم تنها رفیقمه. با نفوذترین و صمیمیترین آدم زندگی من مادرمه. اون در زمینه کار هم گفت متاسفانه به هیچ کس در زمینه کار اطمینان ندارم. یک بار به یه نفر اطمینان کردم که بعد فهمیدم به اعتمادم خیانت کرده. اون در پاسخ به اینکه بزرگترین ترس زندگی چیه گفت مرگ. مرگ اطرافیان و عزیزانم و بعد هم مرگ خودم. و حالا متاسفانه حمید گودرزی صمیمیترین رفیق و بانفوذترین آدم زندگیش رو از دست داده. برای این هنرمند خوب ایرانی آرزوی صبر و آرامش داریم. مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.